بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با قضایایی که در افغانستان به صورت سریالی اتفاق افتاد، شما می‌دونید که آمریکا با حامیان بین‌المللیش و با شعار مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شدن. بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 اینا تصمیم گرفتن که لانه‌هایی به حساب گروه‌های تروریستی در افغانستان از بین ببرن تا بتونن خودشان در کشورهایشان با یک آرامش نسبی یا خواب آرام داشته باشن. خب نفس از این قضیه که با این روی کرد وارد کارزارهای جنگ های مسلحانه میشن، دست خیلی از فرماندهان را باز میگذارن که در راستای مقابله با تروریسم هر عملی که دلشان بخواید انجام بدن. یک بعد قضیه، چون اونا یک رویکرد تهاجمی به قضیه داشتن و خود را محق میدونستن در راستای از بین بردن لانه های به حساب تروریستی در افغانستان. لایه دیگر قضیه که به حساب دست اونا رو باز گذاشت در ارتکاب چنان جنایت های جنگی، بحث مسئولیت قضایی بود. متاسفانه در طول 20 سال حضور نظامیان خارجی در افغانستان، یکی از بحث های جدی که هیچ زمان روی از قضیه هم نه دولت افغانستان واکنش جدی نشان داد و نه نهادهای به اصلاح حامی حقوق بشر، بحث مسئولیت قضایی نظامیان خارجی در افغانستان بود که هر نوع جرم جنایتی که مرتکب میشدن ولو از نگاه دولت افغانستان و مردم افغانستان در ساحه به اصلاح جنگی قرار نمیگرفت و تابع به اصلاح قواعد جنگ نبود و یک نوع به اصلاح تضییع حقوقی از بین بردن غیر نظامیان که در صحنه‌های جنگی حضور داشتن، اینا خودشان در این قسمت فارغ بال احساس میکردن، چون در قبال دولت مطبوع اونا که دولت افغانستان باشه پاسخگو نبودن و احساس مسئولیت نمیکردن. و این قضیه باعث میشد که دامنه ای به احساس چنین جنایت های هر روز در افغانستان توسعه پیدا بکنه و ما شاهدی به اصطلاح به شهادت رساندن یا از بین بردن بخش عظیمی از غیر نظامیان افغانستان در صحنه های جنگ باشیم. عملیاتی که به اصطلاح تحت نظارت نیروهای ناتو یا نیروهای به اصطلاح حامی همپیمانان آمریکا در افغانستان اتفاق می افتاد، اینا هیچ نوع احساس تحت نظارت نه دولت افغانستان بود و نه سازمان های حقوق بشری حامیان حقوق بشر. و مخاطر ابعاد به اسلام جنایت جنگی که نادر عرصه ها مرتکب می شد از دید خیلی از مجامع مخفی می ماند تا بعد از خروج از اون از افغانستان که الان اکثر نهادهای بین المللی دست به کار شدن برای افشای جنایت های جنگی در افغانستان. این قضایا باعث شده که متاسفانه در افغانستان در طول 20 سال این جنایت ها به صورت سریالی ادامه پیدا بکنه. یکی به اصطلاح عدم پاسخگویی اینا در قبال دولت افغانستان و دیگر این که اینا با روی کرده از بین بردن به اصطلاح تروریسم در افغانستان هم نکردن و این دست اونا رو باز گذاشت و خود را هم در صحنه های جنگی در مقابله با تروریسم تابع بسیار از قواعد بین المللی حاکم بر صحنه های جنگی نمیدانستن و این قضایه باعث میشد که متاسفانه در خیلی مواقع غیر نظامیان آسیب ببینند.